ببین تو دخالت نکن، من خودم با تانکوت حرف میزنم. نه بابا، چرا من نباید حرف بزنم؟ چون من مرد رو بهتر از تو میشناسم. باشه جون، در تمام طول زندگیت فقط با یه مرد آشنا شدی، اونم شوهرت سیمای جون، ولی من در برابر مردایی که وارد زندگی میشم تیم تشکیل میدم. عزیزم با این رابطه های دو ماهه نمیتونی مرد رو بشناسی. من خوب بلدم از لحاظ احساسی رامشون کنم. میبینی اگرم جواب نداد خشن حرف میزنم و حسابشو میرسم. خواهیم دید. آه ببین اونجاست تانکوت. میخوای چند تا هم بشکن بزنی؟ چیه خوب میخوام باش حرف بزنم. بابا ببین کیا اینجان، تیمشون تکمیل شد دیگه. داداش خوب شد پلین استخدام کردی و اسباب شادیمون فراهم شد بابا. نه بابا این چه حرفی، اینجا دیگه داره به روزای طلاییش نزدیک میشه. باش اومدی. باشه ممنون. سلام، شما خوش اومدید. سیمای هستم، خوشبختم. منم خوشبختم. چه خبر تانکوت؟ ما رو یادت میاد؟ یا سینان صدات کنیم؟ مگه ممکنه شما رو فراموش کنم؟ آره دیگه. خب امکان داره از گذشته ها خاطرات خوبی نداشته باشی، ولی به حساب این بذاریم که بالغتر شدیم. خب بگذاریم. آره منم همین کارو کردم. خوب کار خوب کردی. شماها فکر کنم اومدین دیدن پلین، درست میگم؟ پلین؟ مگه پلین اینجاست؟ دوربین مخفیه؟ این طرف ها دوربین مخفی کار گذاشتن، سر به سر ما گذاشتن. ببین باید کدوم طرفی بای بای کنیم ها؟ عزیزم چی شده؟ نکنه تهدیدت میکنن ها؟ چیکارت کردن؟ با اسلحه تهدیدت کردن؟ نترس، ما اینجا پیشتیم. خب فقط بگو چی شده. خوب شد من آوردیم بیرون دختر رو، دیگه داشت حالم به هم میخورد. واقعا این کار این اضافتی چقدر سخته. ببین چه وضعیه، قبلا چه بوی خوبی میدادی مثل گل، الان بوی شوینده میدی. چرا تو این قرار داده قبول کردی ها؟ آره خب گفتنش برای تو آسونه، بالاخره یه خانواده خوشبخت داری. اما اگه من نتونم این نفرین رو از بین ببرم، تا آخر عمرم نمیتونم خوشبخت بشم. خب یعنی راه دیگه ای برای این که ببخشتت نیست؟ گفت یا قرار داد یا بیرون، یعنی مجبورم. نمیدونم چرا این قانون کارما فقط در مورد من صادقه. هر کاری کردم باید چند برابرشو پس بدم. اونم فقط منفیاش. ممنونم کائنات، واقعا ممنون. باشه خوشگلم، تو از مبارزه دست بر نمیداری. عشق از خودگذشتگی میطلبه مگه نه؟ به من اعتماد کن. ببین بعد از اینکه سینان تو رو بخشید، تولگا به پاد میفته یا نه؟ به نظر من پلین نباید به توصیه های یکی مثل تو که تنهاست و احتمالاً تا آخر عمرش هم تنها میمونه گوش بده. باید به حرف من گوش بده. سیمای دیگه از این تریپای مهندس عشقی تو خسته شدم. بس دیگه سر دعوا نکنی. من تصمیممو گرفتم. خیلی خوب، به این زودی پاپس نمیکشم. ولی ازتون یه خواهشی دارم، لطفاً به خانوادم هیچی نگین. باشه التماس میکنم، هیچی نگین. باشه خیلی خوب دیگه، پاشیم بریم. زنگ تفریح تموم شد، الان رئیس عصبانی میشه. سرکان بیا اینجا داداش. خیر باشه داداش، امروز دخیل بستی به در رستوران؟ ببینم پستچی اومد. بازم جریان پستچیه، قبلاً هم پرسیدی داداش نیومده. خوبه خوبه. خب دیگه به کارت برس. خوش اومدی داداش. نه اینکه رستوران رو تازه راه انداختی، گفتم شاید کمک احتیاج داشته باشی اومدم. نه خودمون حلش میکنیم داداش. ممنون. حواست به پیش خدمتا باشه. چرا؟ یه ذره کندن. حواست باشه هر از گاهی سرشون داد بزن، های اینجوری که اون ازت بترسن. فهمیدم داداش. میگم بهتر نیست بریم اون طرف؟ بفرما بفرما. نه خب کاروبار چطوره؟ رستوران شلوغ به نظر میاد، اوضاع ردیف مدیفه؟ خوبه داداش، خوبه خوبه خوبه، انشالله که خوبه. آخه الان وقت اومدم با چیو میگی؟ چیز میگم، نظر چیه اونجا اون گوشه پشتی بذاریم؟ پشتی بذاریم؟ آره فرش پهن میکنیم، دور تا دورش هم پشتی میذاریم، توریستا کلی حال میکنن. داداش پشتی چه ربطی به اینجا داره؟ آره واقعا اصلا ربطی به اینجا نداره. وای آخ آخ آخ، اون یه چیزی آتیش گرفته. چی شده سرکان؟ سرکان روز بخیر، با آقا سینان کار داشت. خودم این یه اختیاری است. بفرمایید بریم بیرون حلش کنیم. بفرمایید. چیزی نسازونم داداش، چیزی نشد. آخه نجی سلام.
سرآشپز. یه پستچی اومده بود دنبال شما میگشت. جدا؟ من ندیدمش. ای بابا، چند دقیقه پیش دیدمش. کجا غیبش زد؟ میخوای یه نگاهی به جعبه پست بنداز، شاید چیزی توش باشه. باش. سرآشپز، جعبه پستی رو نگاه کردم، خالیه. باشه، به هر حال بعدن دوباره میاد. بفرمایید. من با پلین خانم تماس گرفتم ولی پلین خانم الان مشغوله. گوشیش اینجا جا مونده. من سرآشپزم، اگه کاری دارین به من بگین پیغامتون رو میرسونم. آشپزش دیگه کیه؟ میگم آقای آشپز. سرآشپز هستم. آها، سرآشپز. اونجا کجاست برادر؟ رستوران فیلیا. عجیبه. آخه پلین خانم تو رستوران چی کار میکنه؟ رستوران فیلیا. خب دیگه دخترو میبینم اتون. میبینم ات عزیزم. با پس نکش عزیزم، به مبارزه ادامه بده. خب تو آشپزخونه هست؟ مشغول حاضر کردن وظایف جدیدته. من میدونم این قضیه رو چطوری فیصله بدم. صبر کن حالا دخترو. چرا نمیایین تو ازتون پذیرایی کنم؟ نه مرسی، خیلی ممنون. ما باید بریم، خیلی کار داریم عزیزم، مگه نه؟ چی کار داریم اون وقت؟ چیزه باشک جونم، چیزه قرار بود بریم خرید. باید بریم خرید، خیلی کار داریم. برای خرید که عجله‌ای نداریم. آره نه. آره یا نه؟ نه باشک، من جلوی در منتظرم تا 5 دقیقه دیگه میای، فهمیدی؟ باشه، میبینم اتون. باشه. الو آبجی سهیلا، کجا این؟ باید هرچی زودتر همدیگه رو ببینیم. تو 5 دقیقه که نمیتونیم همدیگه رو بشتیم. آره خب. پس اگه حمله بر بی‌ادبی نباشه میتونم شمارت داشته باشم؟ خب آره داشته باش. باشه، ما نزدیک اونجاییم. همراهی باشک زود خودمونو میرسونیم اونجا. خیلی خوب. سیمای مثل یه مادر شوهر جلوی یه ارتباط جدید وایسادی، اما عروس پیروز شد. حتی قراره به زودی شام منو ببره بیرون. عالیه، ایفل، آفرین. بودو کجا؟ باید بریم، زود باش. خب بگو کجا؟ میبینی حالا. خب یک کلمه بگو کجا. حرف گوش کن. خب آخه چرا همچین چیزی رو باور کردی؟ خب واسه اینکه کارماشو درست کنه. سالها به این دلیل تو رابطه عاشقانه شکست خورده. تولگو همه پسر رو به این دلیل ترکش کرده. آخه یه دختر تحصیل کرده چطور تونسته همچین چیزی رو باور کنه؟ شماها بهش نگفتین پلین دیوونه نشو، سعی نکردین جلوشو بگیرین؟ راستش ما هم اولش باور کردیم. من هنوزم باور میکنم آبجی سویلا، بالاخره از هر دست بدی از همون دست میگیری. تو رو خدا منو دیوونه نکنی دخترا. مگه اینم یه نوع از اون شوخیایی نیست که با هم دیگه میکنید آخه؟ به نظر منم خیلی مسخره است. تازه امروزم که پلینو در حال تمیز کردن توالت دیدم. در حال تمیز کردن توالت؟ آخ قلبم درد گرفت. اصلا کاری خوبی نکردی سیمایی، مگه 100 بار نگفت به مامان بابام چیزی نگیم؟ باشک، پلین دوست ماست، باید نجاتش بدیم یا نه؟ آیه دست تو. آدرس این رستورانو بدین، من برم پلینو بیارمش. اینجوری نمیشه، زود باشین آدرس بدین. نمیشه نمیشه آبجی سویلا، ببین اگه پلین بفهمه ما به شما چیزی گفتیم دیگه با امون حرف نمیزنه. سویلا جون یکم آروم باشی، ما که بالاخره آدرس رستورانو به شما میدیم، ولی قبلش آروم باشی. من میگم بیاین این کارو ما زنا حلش کنیم. دختر دیوونه عاشق من. خب باید میگفتی مادرشه. اون دختره که پیش مامان سینان بود کی بود؟ کی؟ همونی که زل میزنه تو صورت آدم با اون چشای گرد و قلمبش. اونقدر انرژی منفی داری که به محض اینکه پاشو گذاشت اینجا چند تا از مشتری ها پاشدن رفتن. آره جیده خانم رو میگی. جیده خانم؟ کی هست حالا؟ خب یه جورایی مثل آشنایی خانوادگیه، ولی بین خودمون بمونه. باشه خیالت راحت، منم مثل همه خانوما غیبت کردن رو دوست دارم، ولی خوب میدونم کجا و چه جوری. خب بگو بگو. باشه، این دختره خیلی فجی عاشق آقا سینانه. یه بوهای برده بودم، وقتی داشت حرف میزد از حرفش فهمیدم. آره. چیزی خوب اوضاعشون چطوره؟ همون چیزی بینشون هست؟ به نظر من که دختره علکی داره واسه خودش خیال بافی میکنه. آقا وقتی آقا سینان میتونه با دیگران بره بگرده و خوش بگذرونه، جیدا رو میخواد چی کار کنه؟ والا مگه سینان دختر بازه؟ دختر طرف خیلی با جذب است، معلومه. خوب باشه، بذارش اینجا. آیی چقدر سنگینه. وای
عجیبه. پلین خانم چرا همچین لباسی پوشیده؟ من دارم اشتباه میبینم یا پلین داره میزه رو جمع میکنه؟ نمیدونی چقدر دختر دنبالشن. یه بار دوتا دختر دعواشون شده بود، اونم جلوی آقا سینان، جای قبلی که آقا سینان کار میکرد. آقا سینان هم در جا هر دوتاشون انداخته بیرون. آقا سینان عصبانی بشه دیگه تمام، میندازتت بیرون. من برم و برگردم. وای تانکوت ما رو باش، دوران دانشگاه چی بود ببین الان چی شده.